خدمت انسانهای آزادی خواه ایران و جهان عاجزانه ازتان تقاضا دارم. من حسن قربانی، برادر زندانی سیاسی حیدر قربانی، محکوم به اعدام هستم. حیدر برادرم بیگناه از نظر اعدامش کنن. باز از سازمان ملل، از تمام انسانهای روشن فکر، حیدر بیگناه از نظر اعدامش کنن. هر لحظه احتمال اعدام حیدر هست. نظری خانواده من داغدار کن. سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری. در گفتگوی سیاسی این هفته با یوسف اردلان هستیم. سلام بر شما یوسف جان. سلام بر شما و بینندگان گرامی. 28 آذر 1400 جلادان حکومت اسلامی، چهار زندانی سیاسی، حیدر قربانی، عبدالخالق سالارزهی، نعیم شهبخش و هادی شهریاری رو که سالها در بند بودند به دار آویختند. برای ما که با رژیم آدمخوران اسلامی بیش از 4 دهه است آشناییم، اعدام این 4 زندانی سیاسی در کردستان و بلوچستان در واقع حاوی پیام روشن حکومت در مقابل جنبش‌های اجتماعی برخاسته است که در سراسر ایران علیه حکومت اسلامی و برای رفاه و آزادی، بهبود وضعیت و در واقع در حال تلاش و فریاده. حیدر قربانی رو که اهل کامیاران بود به جرم اتهام بغی در زندان سنندج بدون اطلاع خانواده و حتی بدون اطلاع خودش و وکیلش اعدام کردند و محل جسدش رو در بهشت محمدی سنندج به خانوادش نشون دادن. دیگر زندانیان بلوچ هم که اعدام شدن معلوم نیست در کجا جسدهای اونها رو پنهان کردند. از آمارهای 60 نفره و 66 نفره اعدامیان زندانیان بلوچ گفته میشه و از نامها زندانیان اعدام شده ای که نه نامشان، نه اتهامشون و نه محل دفنشون معلوم. فکر میکنین این پیام حکومت اسلامی چه هست و چرا در این زمان در واقع این پیام رو میده؟ هرچند من میدونم که مردم کامیاران حداقل در روز اعدام حیدر قربانی در مقابل خانش تظاهرات کردن، با خانوادش اعلام همبستگی کردن، من نشون دادن که نیروی زندگی بر مرگ همواره مقاومت خواهد کرد و پیروزیش رو از همین امروز جشن میگیره. شما چگونه میبینید؟ از اینکه واقعا این اعدام هم مثل همه اعدام های دیگه خصوصیت جمهوری اسلامی در کشتن، در آشوب برپا کردن و کشتن، دیگه جای حرفی نمیمونه از قطعان زندانیان سیاسی بالاتر که خصوصیت در جوهر این حکومت. و اما وقتی که قتل‌های اتفاق میفته مثل حیدر قربانی، یعنی قتل اتفاق میفته، اعدام شاید نیست، چون اونطوری که وکیل مدافعش میگه شب قبلش باهاش صحبت کرده، ساعت 8:30 بعد از 8:30 شب صحبت کرده باهاش و قرار بوده که این پرونده که مشارکت در جرمه، مشارکت در قتل، این به صاحب حکم اعدامش بشکنه. ولی میگن که ساعت 9 همون شب به تا روز جمعه آخر وقت میبرنش و دیگه بر نمیگرده. احتمالا مثل نوید افکاری میخواستن کاری انجام بده، تلویزیونی بیاد و نکرده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشتنش. به خاطر همینه فردا صبحش به خانوادش میگن بیاید و بعد میگن تو بهشت محمدی فقط صورتش رو نشونش میدن و دیگه میگن تازه صورتش رو نشونتون دادیم خیلی بهتون لطف کردیم. این جمله یه که با جوه در بهشت محمدی به برادرش میگه.
و این جنایتکارا معلوم اونو کشتن و به خاک سپردن. خب عکس العملی هم انجام، یعنی مردم ما دیدیم در نه تنها این مورد هست، در موردهای قبلی یادمونه 7-8 سال پیش بود، سال جواب 10 سال پیش بود که فرزاد کمانگر و شیرین علم حولی و فرهاد وکیلی و دوتا دیگر رو اعدام کردن. یک روز تمام تعطیل شد همه شا. یعنی این در واقع نارضایی نسبت به حکومت و احساس همبستگی با تمام دردمندان و تمام اعدام شده، اون تبدیل شده به یک خصوصیت دیگه ثانوی برای تمام مردم کردستان. اینی که فردا صبحش بلافاصله مردم متوجه میشن که خبری اعلام نشده بود، ولی خبر آنچنان سریع میپیچه و مردم برای همدردی با خانواده قربانی میرن دمی خونش. و بعدش میبینیم که حتی در سنندج همطوری که برای زانیار و لقمان مرادی و اینا همشون چه صمیمانه مردم همکاری و همدردی کردن. و این نکته رو که چرا در این مورد اینا این کار کردن، رو گفت این ممکنه مثل مال نوید افکاری فقط خواسته باشن ازش که تلویزیون بیاد، چون یه بار دیگه اولاش در زیر شکنجه حاد این یک بار تلویزیون به اصطلاح نشونش دادن، شاید هم خواستن دوباره همون رو تکرار بکنه، نکرده دیگه به اصطلاح کشتنش. ولی این نوع کشتار، این نوع اذیت کردن، اگه خوب توجه بکنیم تمام سران جمهوری اسلامی، تمام سران پاسداران یک دوره اساسی و اصلیشون رو در کردستان میگم، از محمود احمدی نژاد گرفته تا همون قاسم سلیمانی گرفته تا تمام نمیدونم رحیمی گرفته تمام حمید نوری، یک دوره رو که اخیرش هم همین حمید نوری جایده زندگی که هست، این که در کردستان عمل کردن، یعنی در کردستان آدم کشتن، در کردستان آدم کشی رو تجربه می کنند. کردستان جاییه که این جنایتکارا نمونه هایی رو از همین قتل حمید قربانی گرفته که وقتی یادم یه ذره فکر میکنه سال 2008 یعنی 1984 بود که در مهاباد یک کسی رو، یک جوونی رو اظهار خوشحالی کرده بود که مثلا جلال طالبانی رئیس جمهور شد، یک کرد رئیس جمهور عراق شد، می گرفتن کشتن و تو خیابونا کشوندنش. چرا؟ برای اینکه ایجاد رعب بکنن، ایجاد نفرت بکنن. و حتی بعد از اون مسجدی رو در سقز آتیش دادن و چند روز ساخت خواستن آتیش به پا بکنن و آتیش رو با کن. چرا؟ برای اینکه تظاهرات ناخواسته ای رو وجود بیارن و سرکوب بکنن. این نکته خیلی مهمه در جواب دادن به صدا دنباله این جریانی که میخوان بکنن. همین حمید قربانی هم چرا این نکته رو اشاره کردم؟ برای اینکه برای حمید قربانی بعدش صحبت هایی شد که گویا باید مردم به سر کوچه و بازار، دکون بازار تعطیل بشه. فرزاد کمانگر شد. چرا؟ چون دعوت کننده معلوم بود. چه آدم های حقیقی، چه احزاب فعال، خوب یا بد معلوم بود کی دعوت کرده و مردم هم صدا جواب میدن، هم دیگه جواب میدن، چون آدمای حقیقی زیادی هم بودن که این دعوت رو کردن. ولی برای این روز هیچکی نکرد، هیچکی نرفت. حالا اون روز چه روزی بود؟ اگه خوب توجه بکنیم روزی بود که قبل از کشتن حمید قربانی هست که تعیین میکنند روز پنجشنبه رو برای تجمع همگانی سراسری معلمان. این نکته خیلی مهمه که در کامیان صورت نگیره خوشبختانه. و
در جاهای دیگه هم صورت نگرفت که احتمال داشته باشه اگر بخوان به اصطلاح این رو با یک آشوب خاطی بکنن و بچسبونن و چند تا معلم رو بگیرن اعدام کنن. هیچ شکی من در این نوع توطئه های این حکومت نمیبینم. کارشون اینه، مثلا بعضی وقتا کارشون اینه و این هوشیاری رو در واقع مردم یواش یواش پیدا کردن. ما از یک جهت هوشیاری رو میبینیم که روز یک شنبه بعد از در واقع اعدام همه در خانه کنار خانواده جمع میشن و صحبت میکنن، سرود میخونن، در واقع این آدم ها یاد پنجشنبه رو تعطیل نمیکنن. دقیقاً به خاطر همین آدمه، همین آدمی که بلافاصله رفته به خونشون که درسته و روز پنجشنبه هم تعطیل نمیکنه درسته. کی دعوت کرده بود که تعطیل بکنن؟ معلوم نیست. این معلوم نبودن ها خیلی آب میخوره و این یکی از هوشیاریایی که ما قبلش هم تا زمان آخرای حکومت شاه بود یه نوبت شما تجربه کردیم توی سنندج که پرستاری رو در سقز کشتن و روز بعدش اعلام شد تظاهراتی در میدون آزادی سنندج بشه، ولی چون دعوت کننده معلوم نبود هیچ کی نرفت. بعد معلوم شد که اصلا از شب قبلش اون میدون رو چیز کردن، کاملا اطراف رو گرفتن که بخوان یه ذره چشمی از مردم بگیرن و یه دیلو بکشن. و این زرنگی و در واقع این هوشیاری مردم رو نشون میده برای قدم هایشه. حتی اگه تظاهراتیه، اگه تعطیلیه، اگه هرچه هست، برای خوان دهنده معلوم، تظاهر کننده باید معلوم باشه، موضوع معلوم باشه. این یکی از درس هاییه که در واقع در طی این بدبختی هایی که میکشیم لااقل توجه بکنیم به درس هایی که ما به اصطلاح از خودمون به اصطلاح درس میگیریم از این حوادث. ولی متاسفانه این پروسه اعدامی در این جمهوری اسلامی مسئله دیگه نمیشه گفت، آبرویی برای هیچ ایرانی نگذاشته. غیر از این ما شاهد این هستیم، نه فقط این اعدام ها، چند در واقع اعدام های زندانیان بلوچ و حیدر قربانی صورت گرفته، ما شاهد یک سری دستگیری ها علی‌رغم اعتراضات در واقع همبستگی مردم در کامیاران بودیم. کسانی که سخنرانی کردن رو گرفتن، تلاششون به قول شما از طرف دیگه تنفر پراکنی و نفرت پراکنی هاییست که تا حد زیادی سامان میدن و تا حدی جداسری های این، در حالی که به قول شما در یک سکوت یا و خصوصا در یک همراهی با جنبش اعتراضی معلمان سراسر کشور که 120 شهر رو در واقع در نورد شهرهای کردستان شاهد اعتراضات گسترده معلمان خصوصا در مریوان و سنندج و سرخز و شهرهای مختلف بود که نشانه بسیار هوشیارانه در واقع شرکت جریانی بود که میخواد گامهای بزرگی رو برای پیوند این جنبش مطالباتی و سیاسی مردم با خودش برداره. در این حال که شعار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی زندانیان معلم، بهبود شرایط اجتماعی معلمان و بازنشستگان رو فریاد میکنه و در رابطه با آموزش رایگان برابر حقوقی همه دانش آموزان و کوتاه کردن دست روحانیت و مذهب از آموزش صحبت میکنه، اعتراض میکنه به استخدام 25,000 آخوند در واقع مدارس، تا حد زیادی کردستان باز نشانه های خردمندی و هوشیاری سیاسی نیروهای پیشروش رو به نمایش میذاره. توی این روندی که هست شما صحبت میکردین، شما گفتین که این رژیم در واقع کردستان رو به مثابه یک آزمایشگاه کشتار و تربیت آدمخوران تبدیل کرده. از محمد حمید نوری گفتیم که الان در استکهلم در حال محاکمه است، تا احمدی نژاد و جلالی پور و سلیمانی و بسیاری از کادرهای حکومتی که در بخش اصلاح طلبان و استمرارگرایان تا بخش در واقع تندروان حکومتی، همشون در این جنایت ها در این آزمایشگاه کشتار شرکت کردند و ما شاهدیم که این کشتار رو در مجموع
به شکل بسیار بسیار وحشتناکی سازمان دادن، یعنی سازمان دادن نفرت علیه دیگری، نفرت علیه دیگر اندیشان، نفرت علیه آن چیزی که مخالف منویات روحانیت در همه جا هست. و شما با صحبت میگردید، شما از گفتین از سال 56 با آتش زدن میخانه ها و در واقع سینما ها تا کتاب ها با سینما رکس بوده کاملا. مثلا یاد میدی این نفرت پراکنی درست از روز درست روز قیام هست که این دیگه بنابه گفته شیخ حسن کرمانی که خودش یه بنیانگذاران حسینیه در سنندج و قربه هست، روز درست روز 23 بهمن ریختن یک به اصلا تکیه یه مسجدی بود بالا خانواده نقشبندی بود، اینه بر سر تمام پیروهای اون تکیه خراب کردن، حدود 72 نفر رو کشتن که میخواستن برن بهایی ها که قرب بهایی داشت. اصلا کردستان مثلا تعاملی هست بین همه ادیان بود، من که بچه بودن که خیلی بیشتر هم جودا هم به اصطلاح مسیحی ها هم کلاس مسیحی داشتن، دوست مسیحی داشتن، دوست جودا از این حرف ها. ولی اینا خواست میخواستن که حتی بهایر هم بکشه هم روز اول 22 بهمن، که البته با یکی از دوستان که از فامیلاش پرسیده بود از جان به دربرده های قرب حسن، گفته بودن که اونا میخواستن بیان بکشن ولی اهل محل گفته بودن مگر از جنازه ما رد بشیم که ما این خانواده های بهایی رو بخواین آزاد برسونیم، که تونسته بودن از دردن. این خصوصیت مصابه با این هادی غفاری، هادی غفاری در حال صحبت کردن در رابطه با دادگاه هویداست. هویدا رو نه به خاطر نقش سیاسی و نقشی که در واقع حکومت شاه داشته، بلکه به عنوان اینکه بهایی بوده کشته. میگه که او گفت خدا رو قبول داره و اینا، میگه که از شما یک لبخندی زدید، زهرخندتون برای چی بود؟ میگه بابا اصلا این مسلمان نبود، این بهایی بود، به خدا و پیغمبر اینا نداشت. بعد یعنی توجیهگر کشتار بهاییان، توجیهگر در واقع خلعیت از ایجاد نفرت، خصوصیتی که ایجاد نفرت میکنن. دقیقا دام شروع میکنن جسه و گریخته در منبر یا در محضر از اینکه کردا آدم میکنه سر میبرن و این نکته رو آنچنان میخوان تبدیل به باور عمومی بکنن و این درد آوره. واسه اتفاقا در همین تجمعی که در کامیاران شد که فیلم برداری شده بود و پخش شده بود، گوینده حالا چه نسبتی نزدیک یا دور با حمید قربانی داره، حیدر قربانی داره، این چه زبان رسا بیان میکنه که اینو میخوان نفرت ایجاد بکنن. ما نفرت نباید تولید بکنیم و از غمش می ناله و درد خودش رو علیه اعدام و علیه آدم کشی بیان میکنه بدون اینکه بخواد نفرت ایجاد بکنه. ولی حکومت میخواد نفرت ایجاد بکنه با ایجاد نفرت، اون بهاییه، اون کرده، اون بلوچه، اون سنیه، اون شیعه است و بین شیعه هفت امامی دواز. و اینی کاملا مسئله همونطوری که اشاره کرد به عادی غفاری، این خصوصیتشون اینه ایجاد نفرت کردن. چون یکی از خصوصیاتی که در واقع یک آدم حتی معمولی، حتی بخواد بگی کسی که چی بگم اصلاح طرف شد اصلاح بد در رفته، ولی حتی زارگران بیشتر اصلاح حکومتی، حتی کسی که تن به کار رادیکالی نتونه بده، حتی برای اونم این باید مشخص بشه که فقط ابتدا قدم در انسان دوستی هست که میتونه یک اندیشه درست اجتماعی رو به عمل در بیاره. تو تا آدم رو دوست نداشته باشی نمیتونی
کار زندگیشو را بندازیم. خیلی راحت به دوستای پزشک زیاد داشتم و عزیزانی رو میشناسم و اینا اگر مریضشون اگه مردم رو دوست نداشته باشن پزشکیشون فقط تکنیکه، تکنیک جای خودشو داره، ولی اون دکتری معالجه که مریضشو دوست داره. شما خیلی وقتا هست پشتیبانی میکنیم از مبارزات مردم کردستان، ولی اگه مردم کرد دوست داری یا نه، تا دوستش نداشته باشی این دلسوزی ها جایی رو نمیگیره. برای مردم ولوش بگم اینقدر میکشن، 66 تا حالا کشتن و بعد از این معلوم نیست. چرا این در واقع شما از 66 تا کشته میگید توی بلوچستان؟ چرا اینقدر مثلا خب برای ما مثلا زندانیان سیاسی که در سال 67 کشته شدن بینام و نشان در جا بدونی که جاشون معلوم باشه محوشون کردن، هرچند تلاش ها برای که زنده نگه داشتن و روشن کردن نام ها همچنان ادامه داره، اما در بلوچستان ما شاهد کشتار خاموش وحشتناکی هستیم که در واقع یک چهره دیگری رو نگاه میکنه. شما نه نامشون رو میدونید نه اتهامشون رو میدونید. اینجاست محلشون، یعنی یک غریبی وحشتناکی در اونجا هست. حکومت به شکل بسیار آگاهانه به قول شما یه چهره دیگری از مخالف ارائه میکنه، یه چهره ای که چهره انسانی نیست، چهره ای که نزدیک به تو نیست، چهره ای نیست که آشنا باشه، چهره ای نیست که عاطفه ای برانگیزه، یه چهره وحشتناک از او ایجاد میکنه که آدم کشه، مواد فروشه، دچار یک سری عوارض عجیب و غریبه و حکومت به اصطلاح برای پاکسازی این فاشیستا پاکسازی جامعه دست به این کشتارهای هدفمند میزنه، کشتارهایی که نه انسانها رو هدف قرار میده بلکه اعداد رو هدف قرار میده. 66 بلوچ، 50 کرد، 40 ترکمن، 10 عرب، اینجوری به گونه سامان میده. اینو چطور میشه معنا کرد؟ بیگانه سازی هدفمند برای کشتارهای بزرگ صورت میگیره. اون که میخواد هر چقدر این بیگانه سازی گسترش پیدا بکنه خب به نفع حکومت، اون میخواد این کارو بکنه، ولی وقتی که ما به خودمون بیایم ببینیم از کشتار مرد بلوچ ناراحت نشدم، باید به خودم باز بگردم و از خودم ایراد بگیرم چرا ناراحت نمیشم. باید ناراحت بشه. کشتاری که در عربستان در خوزستان میکنه چرا باید ناراحتم نکنه؟ اگر ناراحت نمیشم بدون که ایراد دارم، و اگر میبینیم که قدم هایی علیه جمهوری اسلامی گام ها خیلی سریع نیست، چشمگیر نیست، یه مقداریشم برمیگرده به این خصوصیاتی که در ما در هر صورت آغشتمون کردن، زهرایینمون کردن، این زهر رو به خوردمون دادن، باید توجه بکنیم. من یاده به اسمش یادم نیست، یکی از بازمانده های آشویتز که میگه وقتی جمعمون کردن توی واگنایی که بردن انقدر تیپ گذاشته بودن که نمیتونستی نفس بکشیم، و فاصله به فاصله یه نفر، یه پیر زن، یه پیر مرد که میمرد و منو نگر میداشتن منداختن جنازه رو بیرون، یه ذره فاصله یه کمی فضا باز میشد دیدم احساس راحتی میکنی. اونجا بود دیدم داره انسانیت میمیره، یکی میمیره من احساس، منظور این خصوصیت رو اونا میخوان درمون بپرورونن، نباید تسلیمون بشیم، چه در صحنه هستیم چه در کنار اون. در خود کنار اون وقتی که دردم نمیگیره از اینکه 66 بلوچ رو میکشن، باید به خودم برگردم که کارم عیب داره، حتما عیب داره، حتما عیب داره که ناراحت میشه. اگر کردی رو اعدام میکنن بعد برن این عضو فلان حزب بود، اولا حق داره عضو هر حزبی باش، حق داره هر جوری فکر بکنه، دادگاه هست رو نمیدونم اگر جرمش چی بوده، این نکته مهم، دادگاه چی پیش میره،
و تمام این نکته ها هست. و وقتی که یک توجیه میاد، متاسفانه این جنایت جمهوری اسلامی به قدری فراوان هست که میخواد آدم ها عادت بکنن به مرگ، به نکبت. خود همین نشون دادن نمیدونم اعدام ها در ملای عام خودش باز تولید و خشونته. نشون دادن شلاق زدن در ملای عام باز تولید و خشونته. و تمام اینا رو متوجه بشیم که زهرآگین نشیم، کمتر، لااقل کمتر. ما یعنی نه تنها برای محکوم کردن اعدام های جمهوری اسلامی، علیه اعدام هیچ کس حق نداره زندگی کسی دیگر رو بگیره، اون زندگی طبیعتی که داره، اون طبیعت رو. و حتی اینجا هست میخوره به زمینه از دفاع دست محیط زیست هست و حفظ طبیعته، تا چه رسه به مسائل اجتماعی دیگر. ولی در هر صورت قطعهای حکومتی و اعدام مسئله بسیار ناروایی که در دنیا هم وجود داره، اما جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی اوله. چه به نسبت سرانه بگن نظر تعداد گویا میگیرن، میگن چین تعدادش بالاتر، مثلا 8 تا بالاتر از هم، ولی جمعیتش 100 برابره، بوده از 20 برابر بیشتره. 30 برابر جمعیت ایران رو داره، این 4 نفر بیشتر مثلا اعدام میکنم، کاری ندارم که اصلا مخالف اعدام، ولی ایران اوله از هر نظری بگیری. و این آدم کشی به خاطر اینکه سرگرم اینا باشیم. آخه مسئله اینی که براحتی میگن بنزین گرون شد. نه، بنزین گرون نشد، پول قیمتش پایین اومد، ولی همونقدر بنزین همون قیمته تو بازار، همون قیمت بود که قبلا بود خارج از مرز ایران، همون قیمت بود که هست. ولی اونی که تغییر کرد قیمت پولیه که تو جیب من و تو هست پایینش آوردن. چجوری؟ وقتی اسکناس چاپ میکنی ارزش پوله، یعنی در واقع با این کلکات تمام جیب همه رو خالی کردن. بلا شوخی نیست، این میگن به اصطلاح خط فقر رسیده به 10 میلیون، 12 میلیون. این خط فقر نیست که رسیده به 12 میلیون، این میلیون تومن است که شده پهن، شده هیچ. چجوری شده هیچ؟ اداره دولتی پول دست حکومته. اینا به راحتی این کار رو میکنن، بعد آدم میکشن دیگه، پول دیگه، جان آدم که دیگه به جای جان آدمی دیگه به قول معروف چیزی ارزونتر، از همه ارزونتر. اینا مناطقی رو مثل بلوچستان، مثل کردستان، لرستان و خوزستان میخوان، مناطقی رو بی سواد، بی بهداشت، که اگرم آدمای زنده باشن چیکار بکنن؟ فقط کار عملی بتونن بکنن، کار ساده ترین کار و بی ارزش ترین کار، یعنی تولید نیروی کار ارزان بی خودی که بعد شب تو سرش بزنم. تو که سواد نداری، تو که صنعت نداری، آخه فلان خدا تو به قول معروف شکر صنعت گذاشتی و کسی صنعت گر نشد، تو یا جلوش گرفتی و انتظار داری که صنعتگر بیاد بیرون از اونجا. میخوام برای تولید کار ساده، کار فراشی. به طور واقعی واقعیت اینه که 4 دهه جز ویرانسازی و نابودسازی کاری نکرده، عرصه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کاری نکرده. به قول این عزیز از دست رفتمون فرزاد که نوشته بود که من همکار بهمن عزتیم، مردی که همیشه بوی باران میداد و انسانی که هنوز مردم و کرمانشاه و روستاهایش با اولین باران پاییزی به یاد او میفتند. اصلا میدانی او که بود؟ میدانم که نمیدانی. من معلمم، از دانش آموزانم لبخند و پرسیدن را به عشق بردم. حالا من را شناختی؟ تو از خودت بگو همکارانت که بودند جز که خشم و نفرت وجودت را از چه کسی به ارث برده ای؟
دستبند و پابندهایت را از چه کسی به جا مانده؟ از سیاهچال‌های ضحاک؟ از خودت بگو، تو کیستی؟ فقط مرا از دستبند و زنجیر و شلاق، از دیوارهای محکم 29، از چشم‌های الکترونیکی زندان، از درهای محکم آن مترسان. دیگر هیچ حراسی در من ایجاد نمی کند. عصبانی مشو، فریاد مکش، با مشت بر قلبم مکو که چرا سرم را بالا می گیرم. داستان مشت تو و سر زن زندانی را بیاد دارم. مرا مزن که چرا آواز می خوانم. من کردم، اجداد من عشقشان را، دردهایشان را، مبارزاتشان را و بودنشان را در آوازها و سرودهایشان برای من به یادگار گذاشتم. من باید بخوانم و تو باید بشنوی و تو باید به آوازم گوش دهی. میدانم که رنجت میدهد. مرا به باد کتک مگیر که انگام راه رفتن صدای پایم میآید. آخر مادرم به من آموخته با گامهایم با زمین سخن بگویم. بین من و زمین پیمانی است و پیوندی که زمین را پر از زیبایی و پر از لبخند کنم. پس بگذار قدم زنم، بگذار صدای پایم را بشنوند، بگذار زمین بداند من هنوز زندم و امیدوار. حالا با همین امیدهای فرزاد و یکی از همین خصوصیات همین دوست داشتن، یکیش همین معلمیه. معلمی فقط باسواد بودن معلم نیست، دوست داشتن شاگرداش، آموزش بهشون میده، باسوادشون میکنه، آدمشون میکنه. فقط تکنیکش نیست، این نکته خیلی مهمه. یادش گرامی باد و معلمین این چنینی که امروز در میدان نبردن موفق و پیروز باشن. درود بر شما. به قول فرزاد، امیدوارم که لبخند کودکان سرزمینم را همیشه شما هم بر لب داشته باشید و شما بینندگانی که این برنامه رو توجه کردید و با امید اینکه بتونیم این سیکل ناقص کشتار و قتل دولتی و جنایت دولتی رو با هم با دست های هم در هم بشکنیم. درود بر شما. زنده باد زندگی.